اینجا آخر از زمانه، اگه پاتو از خونه بیرون بذاری کارت تموم میشه. گلاسیا سلام، امروز میخوایم با هم دیگه فیلم لوس اولتیموس دیاس یا د لاست دیز یا روزهای آخر رو ببینیم، محصول کشور اسپانیا سال 2013، نمره 6.1 آی ام دی بی رو هم به خودش اختصاص داده. این فیلم یاد دیدگاه خیلی خفنی و از این دنیای آخر از زمانی نشون میده که خیلی بحثای روانشناختی بزرگی هم داخلش داره که آخر فیلم در موردشون صحبت بکنیم. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم دنیای نابود شده ای رو میبینیم که یه بیماری وحشتناک سراغ مردم اومده. فعلا فقط متوجه میشیم که مردم باید خودشون رو توی خونه و فضای بسته حبس کنن و اگر هم ممکنه بمیرن. به یه شرکت بزرگ میریم و شخصیت اصلیمون یعنی مارک رو میبینیم. مارک برنامه نویس بوده و با همگیری این ویروس 3 ماهه که توی این شرکت گیر افتاده. با کمک بقیه افراد در حال کندن دیوار پارکینگ شرکتن، بلکه راهی به تونل قطار پیدا کنن و بتونن بدون ترک فضای بسته خودشون به بقیه مردم برسونن. امروز که مارک میره کمک بقیه، متوجه میشه که GPS یه ماشین پارکینگ دزدیده شده. انگار خیلی قضیه مهمه و وقتی هم میره کمک بقیه، بالاخره موفق میشن دیوار رو بعد 3 ماه نابود کنن. سریع به بقیه خبر میدن و همه کارکنهای شرکت صف میکشن تا نوبتی وارد این تونل قطار شن. این وسط مارک متوجه مردی به اسم انریکه میشه که تنها GPS موجود تو پارکینگ رو دزدیده و گذاشته توی کیفش. میره طرف انریکه و بهش میگه من خیلی به اون GPS نیاز دارم، چون یه سیستم عامل خفن داره که میتونه پارکینگ ها، تونل ها و فاضلاب ها رو هم تشخیص بده. اگه نریش بهمم میگم از ساختمون دزدی کردی و مردم میریزن سرت. اونم که بیا بریم تو اتاق حرف بزنیم. یه فلش بک به 4 ماه قبل میزنیم. انریکه مدیر این شرکته و خیلی رفتارش توی مخه. هر کسی کارش درست انجام نده بلافاصله اخراجش میکنه. با مارک هم سر یه پروژه بحث دارن و هرچی مارک میگه پروژه طولانیه، انریکه میگه اگه این هفته تحویلش ندی اخراجی. مارک هم خوب کارش خیلی مهمه و همه اون روزو سر پروژه وقت میذاره. این وسط همسرش جولیا هم زنگ میزنه و یادآوری میکنه قرار شبمون یادت نره. میفهمیم که جولیا با دوستش آندریا یه مغازه دارن و اونجا کار میکنن. مارک خیلی کارش طول میکشه و وقتی به خونه میرسه همه جا ساکت و تاریکه. یه لحظه هم همسایه روبرویش رو میبینیم که یه مرد عجیب و به هم ریخته است. وقتی میره داخل خونه میفهمه که جولیا تنها شام خورده، اما برخلاف تصورش اصلا ناراحت نیست. درک میکنه کارش طول کشیده و خلاصه که رابطهشون خیلی خوبه. قبل خوابم جولیا بحث بچه دار شدن رو میاره وسط، اما مارک میگه فعلا آماده نیستیم و انگار مدت ها سر این قضیه صحبت میکنن. مارک خوابش نمیاد و وقتی پای تلویزیون میشینه خبر عجیبی میشنوه. یه پسر نوجوان توی کانادا بعد 6 ماه که خودش رو حبس کرده بوده یه لایو گذاشته و جونش جلوی همه گرفته. صبح مارک میره شرکت و همه دارن همین خبر رو میبینن. یکی از کارمندا یهو انگار عصبانی میشه و سریع از اونجا فاصله میگیره. بقیه هم شروع به صحبت از همون مرد میکنن. انگار این طرف مدتی همش تو شرکت و حتی یه دوش هم نمیگیره. میایم به زمان حال. مارک و انریکه تو اتاق دارن حرف میزنن و مارک میگه 3 ماه از همسرم جولیا خبری ندارم. باید از تونل قطار راه همو به خونمون پیدا کنم تا بتونم بهش برسم. برای این کارم نیاز به همون GPS خفن دارم وگرنه گم میشم. جالبه که مارک GPS رو نمیخواد تحویل بگیره، از انریکه میخواد فقط همراهش بیاد و با GPS راهنماییش کنه. بعدم بهش قول میده که اگه با هم بیای وقتی برسیم نه تنها GPS برای خودته، بلکه هرچی خوراکی و لوازم تو کیفم هستم بهت میدم. آخرش هم تهدید میکنه که اگرم قبول نکنی به همه میگم دزدی کردی. انریکه هم خب مجبور میشه کنار بیاد. دو تایی وارد تونل میشن، دستگاه رو چک میکنن و بعدم خاموشش میکنن تا باتریش تموم نشه. تصمیم میگیرن اول راهو با نقشه مترو برن و فقط اگه گم شدن ازش استفاده کنن. معلومه تعداد زیادی از مردم تو همین تونلان و کمی جلوتر هم به ایستگاهی میرسن که هزاران نفر جمع شدن. مردمی که شبیه غارتگران و دیگه بوی تمدن بینشون نیست. یه دفعه پسری سر میرسه و کیف انریکه بدون هیچ حرفی ازش میزنه. دو تای راه میافتن دنبالش و یه جا گیرش میندازن که 2 نفر دیگه میان سمت پسر. یکیشون برادرشه که مامور پلیسه. اسلحه ای رو مارک و انریکه میکشه و همین لحظه نمایی از شهر میبینیم. بعد 3 ماه از این بیماری بالاخره همه نیروی برق داره قطع میشه. وقتی ایستگاه توی تاریکی فرو میره، مارک و انریکه از فرصت استفاده میکنن. مارک از پسر کیفو میگیره که دستگاه میفته و یه ترکم برمیداره. انریکه هم با مامور درگیر میشه. موفق میشه با اسلحه خودش به مامور شلیک کنه و بعدم دوستش رو از بین ببره. خیلی سریع هم اونجا در میرن. بعد دور شدن از ایستگاه جایی وامیستن و مارک مطمئن میشه که GPS هنوز کار میکنه.
نگاهی به اسلحه‌ی انریکه میندازه و خیلی میترسه. اما انریکه میگه نگران نباش، ما یه قرار با هم گذاشتیم و تا تهش هستم. دراز میکشن که بخوابن و دوباره فلش بکی به چند ماه قبل میزنیم. یه روز که مارک داره میره سر کار، متوجه خونه رو بروشون میشه که درش باز و کلی حشره داره بیرون میاد. با نگرانی میره داخل که میفهمه کلی پلاستیک زباله همینجا جمع شده. یه دفعه همسایه با چاقوی میاد و تهدیدش میکنه که چرا اومدی تو. انگار این همسایه یه شرایط خاص داره که نمیتونه از خونه خارج شه. مارک میپرسه چی شده و همسایه میگه چیه، تا حالا که بهم جواب سلام هم نمیدادی و ازم میترسیدی، حالا برات مهم شدم؟ من چند ماه اینجا بیرون نرفتم و یه جورم انگار میترسم هوای آزاد بهم بخوره و واقعا حالم بد میشه. مارک هم نمیدونه چی بگه و میره سمت سر کار. وقتی میرسه جمعیتی تو ساختمون وایسادن. اون کارمندی که مدتی از شرکت خارج نمیشد، یادتونه، مدیر شرکت یا همون انریکه به خاطر نظافت بد بالاخره اخراجش کرده. اما این مرد حاضر نیست از اینجا خارج شه و مأمورها دارن به زور میبرنش بیرون. به محض خروج از شرکت حالتی مثل تشنج بهش دست میده و مارک به مأمورا میگه برگردونش داخل، اما همینطوری از دهنش کف میاره و جونش هم دست میده. مارک میره سراغ وسایل این مرد بلکه بفهمه جریان چیه و کلی لوازم از پیکنیک تا کنسرو و غذا پیدا میکنه. انگاری خودشو برای سالها زندگی تو شرکت آماده کرده بوده. این هم میفهمیم خوراکی و لوازمی که الان تو کیف مارکن و قراره به اینی که بدتشون همون لوازمی هن که پیدا کرده. اصلا که برمیگرده خونه با نگرانی به جولیا میگه چی شده و حس میکنه یه بیماری داره پخش میشه. این همکارش، همسایه روبرویشون یا حتی پسری که حرفش تو اخبار بود، همشون ترس بی‌منطقی از بیرون رفتن داشتن. میایم به زمان حال. بعد چند ساعت مارک بیدار میشه و خبری از انریکه نیست. باز میترسه و هول شده که انریکه از طرف دیگه ای سر میرسه. با خوشحالی میگه یه پلاسک ضد آب آوردم که دستگاه جی پی اس اون دیگه خراب نشه و راهو ادامه میدن. انریکه میپرسه به نظر جولیا هنوز تو خونه منتظرته یا کسی رو جات نیورده؟ مارک جوابی نمیده. این وسط مارک متوجه یه رفتار جالبم از انریکه میشه. هر میوه‌ای که این مرد میخوره حسش توی پلاستیک نگه میداره تا یه روز بکاره تو زمین. به بن‌بست میرسن و بعد کمک گرفتن از جی پی اس متوجه تونل فاضلابی زیر پا میشن. برای همین میپرن اون تو و دوباره ادامه میدن. بالاخره به مقصد میرسن. الان تو فاضلاب زیر خونه مارکن. پیکنیک و عکیف مارک در میارن و آویزون میکننش و بخن با ترکوندن یه راهی به داخل ساختمون بسازن. منتها خب تیراندازشون خوب نیست. بعد چند تا شلیک مارک موفق میشه به ترکونتش و راهشون باز میشه. میبینیم کلی آدم توی این آپارتمانن و همه در و پنجره به محل انفجار زور زدن. مارک و انریکه میرن بالا و در میزنن. مارک خوشکش میزنه چون یه مرد غریبه جواب میده. مردی که نه اسپانیایی نه انگلیسی بلده و نمیخوادم در رو باز کنه، اما مارک عصبی و به زور میزنتش کنار. مرد چاقو میکشه و انریکه هم اسلحه که متوجه یه زن و بچه طرف دیگه خونه میشن. دختر بلد انگلیسی حرف زنه و با ترس میگه تو رو خود بابامو ول کنید. ما هیچ جایی نداشتیم بریم و وقتی اومدیم اینجا در خونه باز بود. هیچکی هم داخلش نبود و همینجا ساکن شدیم. مارک عکس جولیا رو نشون میده اما هیچ کدوم اونو نمیشناسن و ندیدنش. حالا همه آروم شدن و شروع به گشتن سرنخی از جولیا میکنن. میبینیم که این خانواده از گشنگی یه وقتا گاتپوری کفتر هم تو میخورن. انریکه یه چاقو برای دفاع پیدا میکنه و برمیداره و مارک هم به اتاق کار جولیا میرسه. عروسک مورد علاقه اونو برمیداره و پشت یکی از نقاشی های دختر غریبه چیزی میبینه که به هم میریزه. عکسی از سونوگرافی جولیا. این دختر چند ماهی که باردار رو به مارک چیزی نگفته. خاطره دیگه ای رو به یاد میاره. آخرین روزی که کنار جولیا تو خونه نشسته و اخبار از شروع این بیماری عجیب حرف میزنه. اسم بیماری رو پنیک یا حمله عصبی گذاشتن. هنوز نمیدونن چه جوری انتقال پیدا میکنه یا درمانش چیه، ولی هر کی بهش مبتلا شه نمیتونه از خونه بیاد بیرون و یعنی جونش رو از دست میده. صحنه هایی از مادران مبتلا به بیماری هم نشون میدن که مجبورن تو شرایطی افتضاح زایمان کنن. بعدم گوینده اعلام میکنه که مردم به زندگی عادی ادامه بدن و نترسن. مارک به هم میریزه و شروع میکنه فحش دادن که چرا این زنا تو این شرایط باردار میشن یا اصلا بچهشون رو به دنیا میارن. یهو جولیا به هم میریزه و میزنه زیر گریه و میره تو دستشویی. خب حالا مارک فهمیده که اون موقع جولیا باردار بوده و برای همین ناراحت شده. بعدش هم میره سر کار. خیابونای شهر خالی شدن. مردم همه جا ماسک میزنن و خیلی هم نیومدن شرکت. مارک هم وقتی میرسه یه زنگ به جولیا میزنه که دوستش آندریا جواب میده. بهش میگه جولیا دیگه هیچ کاری باید نداره و یهو همه برج‌های مخابراتی از کار میافتن. مارک نگران شده و میخواد بره خونه، اما همین که میاد بیرون متوجه تنگی نفس و حال بد خودش میشه. به اجبار برمیگرده داخل و حالا میفهمه که خودش هم به بیماری مبتلا شده و این میشه داستان 3 ماه حبس توی شرکتش. و برمیگردیم به زمان حال. بارون گرفته و این خانواده غریبه همراه مارک و انریکه تا جایی که میتونن آب جمع میکنن.
بعدم کلی بطری آماده میکنن. انریکه دوتا نیزه از چوب میسازه و دوتایی میرن تو فاصله و اولین دوراهی میرسن و بحثی شروع میشه. مارک میگه باید از چپ بریم چون به مغازه جولیا و دوستش میرسیم، شاید اونجا باشن. و انریکه میگه قرارمون تو آپارتمانت بود. بحثشون به دعوا میرسه و هم چاقو هم چراغ قوه‌شون رو از دست میدن. بعدم که آروم میشن مارک میپرسه اصلا تو کجا میخوای بری که نجات جون جولیا و بچه من مهمتره. انریکه یکم به هم میریزه و میگه قبل این اتفاقا پدرم تو بیمارستان بستری بود، اون نمیتونه راه بره و مطمئنم هنوز همونجا گیر کرده. بلند میشه و به مارک میگه تو با هم بیا، همین که برسیم به بیمارستان من این کیفی که بهم داد دو جی پی اس رو دیگه نمیخوام، برشون داره برو دنبال جولیا. خب کار منطقه همین و دوتایی راه میافتن. بعد مدتی به کلیسای منطقه میرسن و میخوان استراحت کنن، چند تا بطری مشروب هم پیدا میکنن و بعد مست کردن آتیش هم راه میندازن که گرمش میشه. اما چیزی نمیگذره که صدای میاد و انگار یکی اومده داخل. با نیزه ها میرن دم در و خوشکشون میزنه. یه خرس بزرگ و وحشی اومده داخل کلیسا و سمتشون حمله میکنه. انریکه سری مشعلی سمتش میگیره که بترسه اما اثر نداره و هر لحظه ترس اون به در خروجی نزدیکتر میشن. فکری به سر مارک میزنه و به انریکه میگه آتیشو بنداز. خرس هم همین لحظه حمله میکنه و مارک با یه ضربه کاری نیزه رو میزنه و جون اونو میگیره. اپلا که گردن خرس میفهمن برای باغ وحش بارسلونا بوده و هر دو میزنن زیر خنده. بعدم گوششو کباب میکنن و موقع خوردن بیشتر حرف میزنن. رابطهشون صمیمی‌تر شده و انریکه تشکر میکنه که مارک کنارش مونده. بعدم میگه پدرم همه زندگیمه، اگه اونو از دست بدم هیچکی توی دنیا نیست که از مردنم ناراحت شه. مارک هم جریان بچه دار شدن و حرفایی که روز آخر به جولیا زد رو تعریف میکنه که چقدر پشیمونه. اعتراف میکنه همیشه میترسیده که نتونه پدر خوبی شه یا از خانوادهش مراقبت کنه، مخصوصا که این بیماری پخش شده و ترسش بیشتر شده. بعد چند ساعت راه رو ادامه میدن، وسط تونل به خانواده میرسن که از طرف دیگه تونل میان. با یکم صحبت و خبر از مقصد همدیگه این خانواده میگن همه جا پخش شده که بیمارستان منطقه آتیش گرفته و از بین رفته، الکی نرید اونجا. یهو انریکه به هم میریزه و با سرعت وارد اولین ساختمونی که جلوشه میشه. مارک هم دنبالش و از کلی پله بالا میرن، میان دم پنجره و نگاهشون به بیمارستانی میفته که همه چیش زیر شعله های آتیشه. انریکه فهمیده پدرش رو از دست داده و نابود شده. پنجره جلوشو میشکنه و میخواد بپره پایین که مارک نگهش میداره. انریکه میگه هیچ هدفی دیگه تو زندگی نیست و مارک میگه من هنوز بهت نیاز دارم، همه چیز درست میشه. انریکه باور نداره و بهش میگه که تنهام بذار تا خودم برای زندگیم تصمیم بگیرم. علاوه بر همه لوازمی که دارن، انریکه پلاستیک هسته های میوه هم به مارک میده و از هم خدافظی میکنن. مارک به تونل فاضلاب برمیگره و بعد مدتی به ورودی پاساژ میرسه، جایی که مغازه جولیا و میره داخل. همه جا کلی جنازه ریخته و این وسط هر از گاهی هم چند تا آدم سیاه‌پوشو میبینیم که مارکو تعقیب میکنن، اما خودش متوجه نشده. به مغازه جولیا میرسه اما فقط جنازه مادر دوست جولیا یا همون آنریا رو میبینه. دوباره عمرشو از دست داده که روی آینه متنی نوشته شده. دوست جولیا برای مادرش پیغام گذاشته، نوشته ما به قسمت سوپرمارکت پاساژ میریم، اونجا یه پناهگاه داریم. مارک سعی راه میفته و با رسیدن به همین قسمت میبینه کلی مانع ساختن که کسی نتونه بیاد اینجا و لوازم بدوسته. یهو چند نفر با اسلحه هم میان و مارک دستش رو میبره بالا. بعدم به آرومی عکس جولیا رو نشون میده و میگه فقط دنبال زنم میگردم. اونام که مطمئن میشن مارک بی خطره میرن داخل تا جولیا رو پیدا کنن و همین لحظه است که همه چیز به هم میریزه. همون آدمهای سیاه‌پوش و حرفه‌ای که انگار منتظر همین لحظه بودن به سوپرمارکت حمله میکنن تا آذوقه بدوزن. مارک هم وارد میشه و آدمهای هر دو گروه به جون هم افتادن. موفق میشه آندریا دوست صمیمی جولیا رو پیدا کنه. با استرس میپرسه جولیا کجاست و اون میگه روز آخر مغازه نیومد، رفته بود دکتر که سونوگرافی بکنه. یکی از سیاه‌پوشا حمله میکنه و دوتایی اونجا در میرن. یه دفعه ستون آتش گرفته میفته و دوست جولیا بین آتش و در خروجی گیر میکنه. مارک داد میزنه نترس برو بیرون تا چیزی نیفته رود، اما اون ترسیده و با خراب شدن سقف روی سرش جونش رو دست میده. همینجاست که یه سیاه‌پوش دیگه هم به خود مارک حمله میکنه. قبل اینکه بهش آسیبی بزنه یه دفعه انریکه سر میرسه و اونو میندازه کنار. رو به مارک میگه میدونستم همیشه به هم نیاز داری و میخنده. تا میخواد مارکو بلند کنه این سیاه‌پوش دوباره میاد جلو و ضربه‌ای با چاقو به شکم انریکه میزنه. اونم این دفعه گیرش میندازه و قبل اینکه کارشو تمام کنه میفهمه فقط یه نوجوونه و واسه همینم ولش میکنه. برام دوتایی سریع اونجا خارج میشن و میرن توی تونلا.
انریکه خیلی ترسیده و داره خونریزی میکنه، اما میگه چیز مهمی نیست و بعد مدتی وارد اولین خروجی میشن که یه سینماه. وقتی مارک میره دم پنجره، امید تازه میگیره. دقیقاً روبروی ساختمونی هن که مطب دکتر جولیو هم همینجاست. آدرس اینجا رو از اون عکس سونوگرافی که توی خونه بود برداشته. به انریکه میگه ولی من نمیتونم برم اونور خیابون. تونلی که توشیم هم هیچ راهی بهش نداره. با سرعت میره طبقات بالا و میگرده. بلکه جولیا رو پیدا کنه و موفقم میشه. اون توی یکی از طبقات ساختمون روبرویه. با همه قدرتش به پنجره میکوبه و داد میزنه و جولیا یهو برمیگره و با دیدن مارک لبخندی میزنه. حالا مارک میاد تا به انریکه خبر بده که دوباره به هم میرسه. زخم این مرد عمیقه و کلی خون دست داده. انریکه میگه من دیگه نمیتونم تحمل کنم. فقط بهم قول بده ترسو رو کنار میذاری و با رد شدن از خیابون میری پیش جولیا، چون اون و بچه‌تون بهت نیاز دارن و بعد جونش رو از دست میده. مارک میزنه زیر گریه و بعد مدتی بلند میشه. جولیا هم در ساختمون روبرویی و منتظرشه و مارک تصمیم میگیره. درو باز میکنه و میره طرفش. سرگیجه داره، از گوشش خون میاد و هر لحظه دردش بیشتر میشه و فریاد میزنه. میوفته زمین و بازم سینه خیس ادامه میده و بالاخره به ساختمون روبرو میرسه، اما همین لحظه از حال میره. یه لحظه چشمشو باز میکنه و جولیا رو میبینه که میریم به سکانس بعد. مدتی از جریان گذشته. مارک و جولیا خونه توی همین ساختمون رو به راه کردن و بچه‌شون هم به دنیا اومده. مارک حسهایی که انریکه بهش داد رو توی گلخونه کاشته و حالا با همون میوه‌های تازه و آب بارون خورشون رو زنده نگه می‌دارن. انگار همه چیز بهتره و روز به روزم همینطوری پیش میره. جالبه که بچه‌شون وقتی راه میفته یه بار از ساختمون خارج میشه، اما هیچ آسیبی نمیبینه و میفهمن که از این بیماری در امانه. میرسیم به دوران نوجوانیش. یه روز چند تا نوجوان دیگه میان دم در. پسر مارک و جولیام یه کوله پشتی براش و اونا با نگرانی نگاهش میکنن. پسر میره بیرون و همراه این چند نفر که هیچ مشکلی با ترس از دنیای بیرون ندارن حرکت میکنن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. قطعا خودتونم تا حدودی متوجه شدید که این فیلم میاد چیزهای مهمتری یا از یه فیلم خیلی سطحی یا آخر از زمانی به ما نشون میده. ما توی فیلم داریم با مشکلات درونی افرادی آشنا میشیم که هر کدومشون به روایت این آخر از زمان رو برای خودشون ساختن. هر کدومشون به شکلی دوست ندارن که از خونه یا محل کار خودشون خارج شن. مثلا همون کارمندی که دیدیم به زور انداختنش بیرون و رفع کارش تموم شد و بیاد جور دیگه نگاه بکنیم. یه مردی بود که خودش توی کار حل کرده بود. این زندگی روتین شده بود همه چیزش و اصلا نمیخواست محل کارش بیاد بیرون. وقتی مجبور به این کار کردنش، همه زندگیش تموم شد. اصلا دیگه هیچ امیدی نداشت که ادامه بده و برای همین هم انگار جونش رو گرفتن. مورد دیگه‌مون شخصیت اصلیمون همون مارکه. کسی که خیلی سعی میکرد به خاطر دعواهایی که با همسر جولیا داشت، مدام از خونه فاصله بگیره. میرفت سر کار، دیر میومد و حتی آخرین بحثشون هم اینطوری شد که آخرش پاشد رفت سر کار. جایی که آخرش هم گیر افتاد و دیگه راهی برای برگشت نداشت. انریکه به شکل دیگه از دنیای بیرون میترسید. اون هیچ کسی رو نداشت بهش اهمیت بده. اصلا زندگی انگار بیرون از محل کار نداشتش. برای همینم مدام عصبانی بود. همه کارمندا رو دعوا می‌کردش. هیچ کی ازش خوشش نمیومد و تنها کسی که بهش اهمیت میداد همون پدر خودش بود. کسی که وقتی انریکه فهمید جونشو از دست داده، می‌خواست خودشو پرت کنه پایین. یعنی دیگه هیچ چیزی براش مهم نبود. خلاصه که همه آدم‌های فیلم به شکلی دارن با همین شیاطین درونی خودشون می‌جنگن که همین دنیای آخر از زمانیه. یعنی دوست ندارن محلی که توش گیر کردن بیرون بیان. مارک آخر فیلم تصمیم میگیره که با این ترسش مقابله کنه و وقتی که موفق میشه از این خونه به خونه روبروی برم، یعنی از تنهایی خودش بیرون بیاد، بره به همون چارچوبی که همسر خودش جولیا براش ساخته بود، موفق شد که یه زندگی خوب بسازه که آخر هم دیگه همه چی درست پیش رفت. بچه‌شون به دنیا اومد که خیلی راحت هم میتونه از خونه بیاد بیرون. این یعنی چی؟ یعنی یه زوج به محض اینکه بتونن از این چارچوب‌های خودشون جدا بشن و وارد یه جای مشترک بشن، میتونن زندگی رو بسازن که نسل بعدی که خودشون تولید میشه هیچ ترس و واهمه ای نداشته باشه، بتونه با امید با زندگی خیلی جدیدتری روبرو بشه و به اون دنیای قشنگ پا بذاره. این برداشتی که من از یه منتقد اسپانیایی تو سایت IMDb خوندم و به نظرم خیلی خفن بود. خیلی قشنگ میاد همه جنبه‌های فیلم رو نشون میده. سمبل‌های مختلفی هم توش می‌بینیم از این قضیه. مثلا اونجایی که انریکه و مارک توی کلیسا مجبورن با یه خرس مبارزه کنن. خرسی که داره اونا رو هول میده سمت نور، سمت روشنایی، ولی میترسن و در آخر از بین میبرنش. یا اونجایی که وارد خونه مارک میشن و می‌بینن که همون چند نفر غریبه و مهاجر اومدن داخلش و از سقف خونه یه عالمه پرنده آویزونه که برای غذا می‌خورن.
اونا آزادی خودشونو دارن میخورن تا مجبور نشن پاشون رو از خونه بیرون بذارن. اینا همشون حرفای خفنی پوچشونه و به نظرم وقتی که فیلمو بار دوم ببینید متوجه تک تک منظورهای کارگردان میشید. به نظرم عمره که بهش دارن کم لطفی شده، یک به خاطر اینه که تو سینمای اسپانیاه و خب مثل آمریکا هالیوود نیست که همه برن بهش رأی بدن، دو به خاطر اینکه یه مقداری توش توهین میشه، مثلا همون جایی که توی کلیسا میرن مس میکنن و خرس میاد اونجا یهو جنگ راه میندازن. این چیزها خب توی فرهنگ تقریبا مذهبی اسپانیا یه مقدار تابو شکنی بود سال 2013، برای همینم هم خیلی از همه جاهای مختلف منع شد و نمره‌های کمی بهش دادن. اما در کل فیلم خیلی خفنیه. من سعی میکنم نسخه کاملش رو قرار بدم تو سایت های ایرانی، نتونستم پیداش کنم و تو اولین فرصت توی کانال میذارمش، میتونید وارد بشید و با استفاده از ربات فیلم رو دانلود کنید. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید، لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلسی.